ماری پیامبر واقعی یا دروغگویی بزرگ؟ بریم ببینیم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا خدای نامکه و شما قسمت 18 هم از تاریخ شاهنامه به نثر و دوران ساسانی رو مشاهده میکنید. تو این قسمت ما قراره در مورد پیامبر ایران باستان مانی صحبت کنیم و به یک جنبندی کلی برسیم که آیا مانی آدم راستگویی بوده و واقعا پیامبر بوده یا یک شیاد بزرگ بوده. طبق نقل قولهایی که به ما رسیده، پدر مانی اسمش پاتک نام داشته و محل تولد خود مانی رو توی حدود بابل و تیسفون گفتن. بین مورخین اختلاف هستش که دقیقا چه روستایی بوده، روستاهای مختلفی در این نواحی گفتن، ولی کلیتش اینه که در همون نواحی بابل و تیسفون توی اون حدود به دنیا اومده و تو این شکی نیست. اما اینکه حالا دقیقا کدوم روستا بوده رو اختلافاتی وجود داره. خب پدرش از خاندانهای ظاهرن از خاندانهای بزرگ اشکانی بوده و رفت آمدهای به میان رودان داشته و طبق باز دوباره نقلی که موجوده گرایشاتی به مقتصله داشته، یک فرقه خاصی از مسیحیت. این مقتصله یک فرقه هست از مسیحیت که در اصل یهودیانی بودن که به یک بار مسیحی میشن و اختلافاتی دارن با فرقه های دیگه مسیحی، حالا چه یعقوبی یا فرقه های دیگه، و اختلافات زیاده. حالا اصلا جای بحثش اینجا نیست، ولی یک فرقه خاصی بوده. پدر مانی پس جزء این فرقه بوده و مسیحی بوده. مانی هم در همین فرقه ها بزرگ میشه و در همین فرقه ها رشد و نمو پیدا میکنه و گرایشات فکریش شکل میگیره. خود بابل میدونه که بابل از دوران باستان اصلا محل تجمع گرایشات مختلف بوده. حالا تو همین دوره‌ای که ما داریم برای شما این داستانو میگیم، هم از خود زرتشتی هایی که بودن، کلدانی های سابق که از دوران قدیم بودن، آشوری ها تو این ناحیه هستن، ساکن هست، سابعین هستن و تو این دوره مندایا هستن، مسیحی ها هستن. یعنی تمام تفکراتی که در دنیا وجود داشته یه دونه حداقل نهاینده توی بابل داشته و بابل اصلا محل تضارب آرا بوده. یعنی می اومدن اونجا با هم بحث میکردن و افکارشون رو به مباحثه میذاشتن و اصلا معروف بوده. خب توی همچین جایی، توی همچین فضایی مانی هم داره رشد میکنه، همه اینها رو میبینه، خودش هم که حالا با توجه به گرایشات پدرش به مقتصله گرایش داره. اسم مانی رو اختلاف دارن، دقیقا نمیدونن که خود مانی حالا اسمشه یا مانی اسمش نیست. ابو ریحان و یکی دو نفر از مورخین دیگه یه اسم به نام کوربیکوس یا کوربیکیوس آوردن که دوباره این هم اسم نیست، این هم از کرفگر پهلوی گرفته شده به معنی نیکوکار، یعنی لقبه. مانی رو مانی زنده هم میگن که مانی حیا یا مانی حی، حی به معنی زنده که حالا تو سوریانی و اینا هست. خود همین لفظ وارد لاتین و انگلیسی شده که الان میگن مانی خاوس، اون خاوسش از همین حی گرفته شده، یعنی ه به خ تبدیل شده و اینطوری هست. داستان شاهنامه، داستان شاهنامه در مانی هست اختلافی داره، قبلا هم گفتم با مورخین دیگه چرا، و این اختلاف اینه که داستان مانی رو تو زمان شاپور دوم داره فردوسی گزارش میکنه، ولی همه منابع دیگه اینو زمان شاپور اول گفتن و بنابر این اسنادی که ما داشتیم احتمال دادیم که فردوسی تو این مورد دچار خطا شده و این اتفاقات مربوط به دوران شاپور اول هست. توی شاهنامه داستان مانی رو مرتبط میدونم به 50مین سال حکومت شاپور دوم. و حالا قبل از اینکه براتون بپردازم و خود مانی رو تحلیل کنم، افکارش و عقایدش رو، و بگم که حالا این ممکن آدم خوبی بوده یا بدی بوده، بذارید من یک داستان شاهنامه رو براتون ابیاتش رو بخونم، روی اون یه تحلیل بریم، بعد وارد داستان دیگه بشیم. ز شاهیش بگذشت 50 سال که اندر زمانه نبودش همال، بیامد یکی مرد گویا ز چین که چون او مصور نبود بر زمین. بدان چرب دستی رسیده به کام، یکی برمنش مرد مانی به نام. به صورتگری گفت پیغامبرم، ز دیناوران جهان برترم. ز چین نزد شاپور شد بار خواست، به پیغامبری شاه را یار خواست. سخن گفت مرد گشاده زبان، جهاندار شد زان سخن بدگمان. سرش تیره شد موبدان را بخوان، ز مانی فراوان سخنها بران. که از این مرد چینی یه چیره زبان، فتادستم از دین او در گمان. بگویید و همزو سخن بشنوید، مگر خود به گفتار او بگروید. بدو گفت که این مرد صورت پرست، به یزدان چرا یاختی خیره دست؟ کسی کو بلند آسمان آفرید، بدو در مکان و زمان آفرید. کجا نور و ظلمت بدویندر است، هر گوهری گوهرش برتر است.
خب همونطور که دیدید طبق متن شاهنامه هم خود فردوسی و حالا نثر شاهنامه گمان خوبی نسبت به مانی نداره. حالا داستان اینطوری میگه که تو سال 50 دوره شاپور دوم یک مرد چرب دست چرب زبان، یعنی هم صفات خوبی رو دوباره بهش نسبت نمیده، به نام مانی میاد که نقاش بوده، مصور بوده و میگه من پیغمبرم، از دیناوران جهان برترم، میگه از همه دیناورانی که تا حالا آوردن من از همه بالاتر و برترم. یه گفتگوی شکل میگیره، شاپور درخواست میکنه که موبدان بیان باش گفتگو کنن و توی اون گفتگو موبد بهش میگه که آقا تو چرا داری خدا رو تبدیل به دوتا میکنی؟ خدا یکیه، تو چرا میگی که نور یه خدا، ظلمت یه خدا؟ حالا اتفاقات میفته و اینا، نمیتونه طبق متن شاهنامه مانی توان پاسخ دادن نداره و اعدام میشه. این چیزی هست که تو شاهنامه گفته در مورد مانی، خیلی طولانی نیست، فکر کنم 35 بیت بیشتر نیست. و اما بریم سراغ منابع دیگه تا بهتر بتونیم این شخصیت رو براتون واکاوی کنیم. طبق منابع دیگه مانی میاد و ادعای حالا پیغمبری که میکنه خودش رو فاراکلیت نام میذاره. این کلمه از پاراکلیت یونانی گرفته شده که اگر اشتباه نکنم در انجیل متا یا یوحنا یا یکی از اون دوتا اومده. و به چه معنیه؟ توی اون انجیل عیسی میاد میگه که من فاراکلیتم و بعد از من یک فاراکلیتی میاد که عدالت گستری میکنه و فلان. حالا این فاراکلیت رو میشه به معنی لحاظ کلمه‌ای ریشه یابی میتونیم به معنی فراخوان کننده و رسول و اینها معنی کرد، معنی تسلی دهنده و اینا هم براش آوردن که حالا کاری بهش نداریم. حالا این فاراکلیتی که عیسی توی انجیل خودش گفته یا بهش نسبت میدن که خودش رو یک فاراکلیتی گفته و بعد از اون قراره کسی بیاد، این رو بعدها اومدن به معنی حالا یک رسولی که قراره، یک منجی که قراره بیاد و پیامبر خاتم هست، به این گرفتن. قبل از مانی یکی اومده یه همچین صفت رو به خودش داده، گفته اون فاراکلیت عیسی مسیح منم. مانی میاد بعدن این رو به خودش نسبت میده. مسلمون ها هم بعدن همین رو به پیامبر اسلام نسبت میدن. همین فاراکلیت یا پاراکلیت رو اگر به صورت پریکلوتوس بخونید به معنی ستوده میشه تقریبا و با اسم محمد یا احمد که اسم پیامبر اسلام هست برابر میشه. اینو مسیحی ها اومدن ایراد گرفتن، گفتن به این شکل خونده نمیشه، شما نباید بخونید و این با اون مرتبط نیست. اما اون مورخین اوایل اسلام به این شکل خوندن، گفتن این منظور احمده. حالا کاری نداریم که اصلا درستی غلط، تو همون حالت خودش رو اگر بخوایم بخونیم به صورت یک رسول خونده میشه، بس فراخوان کننده، یک پیام آور. و مانی میاد میگه اون فاراکلیت منم. در دوره‌ای که هولوش 200 خورده ای سال از مسیح گذشته میاد میگه خب از مسیح اینقدر گذشته، اونی که مسیح گفته بود منم، به من ایمان بیارید و اینها. ادعا میکنه و ادعای پیامبر خاتم بودن میکنه. این نکته تو ذهنتون حالا داشته باشید، در موردش میگه. اما بریم سراغ افکاری که مانی داره ترویج میکنه. سه تا نکته مهم داره. اولین تفکری که مانی داره ترویج میکنه و در همه منابع بهش اشاره شده ثنویت. ثنویت یا دوگانگی چیه؟ میاد میگه خدای واحدی وجود نداره، دو خدا وجود داره، دو نیروی عظیم در مقابل هم قرار داره، نیروی خیر و نیروی شر، یا حالا اهورامزدا و اهرمن، ظلمت و روشنایی، یا همون چیزی که یین و یانگی که اون ژاپنی‌ها اگر اشتباه نکنم دارن. و میگه این دوتا در حال تقابل با همن و یک دین دو خدایی تبدیل میشه برای معنویت. حالا میان تفسیرهای فلسفی هم بهش میزنن، واردش نمیخوایم بشیم، ولی از شاخصه های مهم دین مانوی همین دوگانگیه. خب یکی از ایرادایی که اینجا میشه مانی وارد کرد اینه که اگر تو داری راه پیامبرای پیشین رو میری، حالا عیسی و قبل از اون، و خودت رو فاراکلیت نامگذاری کردی، چرا یهو مبانی 180 درجه با اونا اختلاف داره؟ یعنی اگر اون میگه تای خدایی، چجوری تو شدی دو خدا؟ این یکی از اولین ایراداش. دومین مطلبی که داره روحانیت رو ایجاد میکنه. زمانی که هنوز خود مسیحیت خیلی درگیر این مسائل روحانیت نیست، توی دین مانی این شکل گرفته، توی افکار مانوی. چی میگه؟ میگه که خب مردم عادی دو طبقه هن. دو طبقه ممتاز برگزیدگان و مردم عادی. برگزیده ها اونان که حالا یه ذره میان مسائل دینی رو بیشتر انجام میدن، مثل روحانیون امروزی میشن. مردم عادی هم که مردم عادی هم. میگه مردم عادی میتونن ازدواج کنن، یه زن داشته باشن، تک همسری. و ولی مردم برگزیده اصلا ازدواج نکنن، نیاز نیست، اینها کارهای کثیفیه و باید از شهوات دور باشی. و یادت روحانیته که همین تفکر
از طریق معنویتی که توی حالا شرق نفوذ میکنه. شما میبینید توی شرق هم، توی بودایی و اینا هم شما میبینید همین تفکر شکل میگیره که حالا باید بررسی بشه ببینیم که کدوم بر کدوم اثرگذاری داشته. اما به هر حال این بحث روحانیت قبل از این که تو مسیحیت خیلی پررنگ بشه توی دین معنوی پررنگ شده. حالا این نکته دوباره همین داره، جلوتر میگم. و دوری از نه خوردن، خیلی پرهیز از خوردن گوشت و یه سری چیزای خوراکی و اینا داره، پرهیزات زیاد داره. و این روحانیت دوباره یکی از خصوصیات مهم دین مانیه. یکی دیگه از این خصوصیات که دینش داره اینه که با مغتسله پیوند و گرایشات زیادی داره. با همون مغتسله که گفتم یهودیایی هستن که به یهو مسیحی میشن، به یک بار مسیحی میشن و تفکرشون، الخزایی ها اصطلاحاً تفکرشون گنوسی یک مقدار با اون فرقه های دیگه مسیحی متفاوته و این تفکره میبینید تو دین مانی هم وجود داره، حالا به خاطر اون دوره پیوندی که اینا دارن. خب طبق اصولی که همه پیامبرا دارن شروع میکنه افرادی رو برای تبلیغ دینش به این ونور ارسال میکنه. یک نفر میفرسته به شرق که سمت علا افغانستان و نواحی اون براست که دین مانویت اونجا خیلی پیشرفت میکنه، خیلی فراگیر میشه که توی اون غارهای تورفان هم خیلی از این آثار مانوی پیدا کردن. و پدر خودش رو کاتک نام داشته، اون رو میفرسته به مصر. و مصر هم که میدونید محل اون زمان محل تجمع یهودی هاست دوباره. حالا به طرز عجیبی تو همین مصر دین مانی بسیار فراگیر میشه، در حدی که مانوی های مصر علیه رومی ها شورش میکنن و یک زد و خورد سنگینی بین اینا شکل میگیره و امپراتور روم اینو از چشم امپراتور ایران میبینه، فکر میکنه اینا نفوذی های ایرانی هست. این زد و خورده رو بذارید در کنار اون ادعاهای مانی که میگن مانی دین صلح و دین دوستی و دوری از جنگ و ایناست، ولی میبینید که به موقعش خشونت خودشون رو نشون میدن و زد و خورده جالبی هم داره. کتابای مختلفی دارن بهش نسبت میدن، کفالایا از شاپورگان، ارجنگ که همون کتابی است که ظاهرا نقاشی بود و اینا، انجیل زنده، تقریبا یه بخش زیادی از کتاباش دیگه از بین رفته، انجیل زنده مونده یه بخش هایش، فکر میگم کفالایا هم مونده. و این کتابایی هستش که حالا بهش منسوبه، یا حالا خود نوشته خودش یا حالا جانشینای بعدیش. اما حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم این مانیه میتونه خوب باشه یا آدم بدی بود. از چند بود میشه اینو بررسی کرد. از بود ادیان اگر وارد بشیم، خب چون بالاخره کسی که ادعای پیغمبری میکنه یعنی دینو قبول داره و ما باید از نظر دینی هم اینو بررسی کنیم. از نظر ادیان، تمام ادیان اون روزگار مانی رو رد کردن و باش مشکل داره. چه زرتشتی ها، حالا کرتیر که خیلی از دشمنای سرسختشه، چه مسیحیت که حتی این کسی که خوش جانشین عیسی میدونه قبولش ندارن، چه یهودیا، هرچند یهودیا یه سری جا با منویا به شدت همراهی دارن میکنن و این عجیبه، و حالا بعدن اسلام هم که میاد اصلا منویات رو قبول نداره. پس ادیان اون روزگار کلن نه مانی و نه دینش رو قبول ندارن، از نظر دینی هیچ جایگاهی تو مبانی دینی اون روزگار نداره. و یکی از حالا ایرادایی هم که میشه گرفت همین فاراقلیتی که میگه خب پیامبرایی که طبق اون مبانی دینی دارن میان، تو فواصلی میان که دین اون شخص شک گرفته، پا گرفته، بعد از اینکه پا میگیره بعد از یه مدت تحریف میشه و حالا دیگه داره زمین میخوره، پیامبر بعدی میاد اون رو ادامه بده. این روندی است که حالا ادیان برای خودشون دارن. زمانی که 200 خورده ای سال تازه مسیح گذشته و مسیحیت هنوز تازه داره رشد میکنه، نیازی نیست که پیامبر خاتم بیاد. اینو از نظر دینی میان استدلال میکنن، از نظر تاریخی نیست، نمیشه از تاریخ بهش تکیه کرد، ولی از نظر دینی میشه بهش تکیه کرد که زود هنوز. یعنی شما از زرتشت بگیری تا مسیح یه فاصله هست، اون فاصله ببینید چقدر طولانیه. زرتشتیگری میاد بولد میشه، تحریف میشه، میخوره زمین، عیسی میاد یا یهودیت و همه اینا، و همین ترتیب فواصلشون فواصل کمی نیست. چجوری دو قرن بعد از اینکه مسیح حالا رفته میاد و هنوز دینش تازه داره توی روم شکل میگیره، تازه تو ارمنستان، حالا میگم تو قسمت بعدی که داره چجوری اینا دینشون تازه رسمی میشه، تو همون زمان یکی میاد و ادعا میکنه که خب دیگه دین عیسی بسه، این دین من دین آخر. یعنی از نظر مبانی دینی، از نظر مبانی که خود ادیان قبول دارن، این یه تناقض کوچیکی داره که نمیخوره. از نظر تاریخی هم خب میدونید که هیچ کدوم از مورخین اینو تایید نکردن، یعنی حالا بجز اون مدت زمانی که شاپور اول بهش اجازه تبلیغ دین میده هیچ کس دیگه ای با این موافق نیست. حتی زمان خود شاپور هم موافقت رسمی به اون شکل از نظر دینی نداره،
حمایت پادشاه رو داره، اونم به عنوان تبلیغ دین، و دقیقا هم به ما نرسیده که شاپور خودش خیلی موافق این قضیه است یا اهدافی داشته از این اتفاق. ولی به هر حال بر اساس اون اصولی که آزادی که بهش میدن شروع میکنه تبلیغ دینش، و به محض اینکه آثار اجتماعی و اثرات منفی دینش مشاهده میشه توسط زرتشتی ها، سرکوبش هم شروع میشه و اعدام میشه. مورخین مختلف هم حالا بر اساس اون اسنادی که دستشون رسیده مانی رو شخصیت خوبی نمیدونن و اونو دروغگو گفتن. ابو ریحان که کلا توی دستبندی پیامبران دروغین آورده تو کتابش آثار الباقیه، فردوسی هم که واضحا اونو یادم دروغگو و شیادی میدونه، منابع رومی هم خیلی باهاش موافق نیستن و اونها هم اون مانی رو و تفکرش رو تفکر غلطی میدونن و کلا نظر مثبت و مساعدی نسبت بهش پیدا نمیشه. حالا میتونیم همینا رو بذاریم کنار، بگیم خب شاید اونها دشمنی داشتن، اما از منظرهای دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد. برای اینکه این نظر قطعی ندیم میتونیم براش یه بازه در نظر بگیریم. ما یه بازه خیلی خوشبینانه براش در نظر میگیریم، یه دونه هم بازه خیلی بدبینانه. هر دوش رو بررسی میکنیم ببینیم که حالا دیگه خودتون بر اساس اون حرفا ببینید که به کدوم بازه میتونه گرایش داشته باشه. خب اولین نکته که داره اینه که پدرش جزء مغتسل است و مغتسله گفتم یهودیانی هستن که مسیحی میشن اما در مسیحیتشون اختلاف دارن با مسیحیان دیگه. این یک نکته خیلی مهم هست در مورد مانی. دومین نکته اینه که میاد و ثنویت رو ترویج میکنه و دوباره میبینید با ادیان دیگه این مشکل داره. یعنی هیچ کدوم از پیامبرهای قبلی که خود مانی تاییدشون میکنه ثنویت نداره، یعنی نمیگن دوتا خدا رو بپرستید. مانی میاد و میگه دوتا خدا رو بپرستید. ثنویت ریشه قبلی داره ها، یعنی از دوران گذشته بوده، اما رسما کسی نمیومده این رو ترویج کنه. مانی میاد در صورت که مدعی هستش که جزء همین سلسله پیامبران عیسی و زرتشت و فلان و اینا هست، میاد و رسما میگه ثنویت هم اصله. پس این دوباره یه نکته مهم هست که ما رو یکم بدبین میکنه بهش. دوباره بحث ازدواج گفتم، این ازدواج و روحانیت رو حالا توی قسمت جدای در مورد مسیحیت ما توضیح میدیم که بلایی که سر مسیحیت میاد یه بخشی از ریشه هاش در دستان این آقایون یهودیه و این روحانیت و حالا این دوری از علم و اینایی که سر مسیحیت میارن و از درون خالی میکنن و یه پوسته مسیحی ایجاد میکنن با درون میتراپرستی، اما میتراپرستی که رومی هست نه اون میتراپرستی اصیل. و دوباره اینجا شما ریشه های حضور این آقایون یهودی رو میتونید ببینید و میبینید که اون روحانیتی قرار بعدا تو مسیحیت ایجاد بشه، مانی هم داره قبل از اون همین اتفاقات رو تو دینش ترویج میکنه. همراهی مانوی ها و یهودی ها علیه مسیحی ها هم نکته جالبیه. طبق اون گزارشاتی که حالا مورخین رومی میگم، میگن که یک گروهی که میگن گروه های دو گروه هستن که شاپور دوم رو علیه مسیحیت تحریک میکنن که اینا رو کشت و کشتار کنه. این دو گروه کیان؟ مانوی ها و یهودی ها. یعنی همراستا بودن مانویت و یهودیت دوباره اینجا آدم رو مشکوک میکنه که چرا باید علیه مسیحیت اقدام کنیم. ها میدونید که یک کسایی که فشار آوردن که عیسی مسیح مصلوب بشه هم یهودیان، کسایی که مسیح رو به هرود فشار میارن که اینو به صلیب بکش هم یهودیایی هستن که ساکن اون نواحی هستن و میبینن که دینشون در خطره، فشار میارن مسیح مصلوب بشه. حالا که رفتیم جلوتر هم اینا همراه با مانوی ها دارن فشار میارن که شاپور مسیحی ها رو قتل عام کنه. ریشه ها و شباهت هایی که متن های مانوی، مثلا اسم نامگذاری کتابش انجیل زنده، خود همین که دوباره از انجیل برداشت کرده و متونش که شباهت زیادی به انجیل داره، دوباره آدم به این سمت میبره که یه کپی کاری اینجا شکل گرفته، یه تحریفی شکل گرفته و میخواد مصادره شکل بگیره. گفتم که میاد پیامبر خاتم رو به اسم خودش میزنه، اینجا دوباره یک ادعایی هست. و جالبه که توی حالا اینستاگرام ما باید اشاره کردیم که زمانی که عیسی به دنیا میاد، سه موقع حالا یا زرتشتی یا ایرانی، سه موقع ایرانی میان به ملاقات عیسی و براش هدیه های میارن. اینو تو متون دینی به این شکل میگن که هر پیامبری که میاد به پیامبر بعدی خودش وعده میده و میگه بعد از من یه پیامبری میاد. حالا اینطور تفسیر کردن که زرتشت به عیسی وعده داده، پس این موقع منتظر بودن. از این ور عیسی هم میگن به یک پیامبر خاتمی وعده داده، پس بخشی از اینها منتظر اومدن این پیامبر خاتم بودن. این که اینجا دوباره آقای مانی میاد و اون پیامبر خاتم رو داره مصادره میکنه آدم رو مشکوک میکنه.
و خب از نظر اسلام هم که اصلا قبول ندارن معنویت رو. حالا یه چیز جالب اینجا وجود داره، مانی میگه من تو 12 سالگی اگه اشتباه نکنم یه فرشته‌ای به من میاد نازل میشه به نام اتون، اسم پهلویش هم آوردن که فکر میکنم همزاد معنی میده. نکته نمیشه حالا به عنوان نکته خیلی حسابی بگیم که آره حتما همینه، ولی جالب هستش که این همزاد و همزادها کلن تو مبانی فراماسونری خیلی معروف هستن و ارتباط با اجنه و این بحثای خرافی که دارن فراماسونرها و ارتباط با شیاطین و اجنه و اونجا مطرح میشه و اصلا فرشته به نام اتوم با هیچ کدوم از فرشته‌های ادیان دیگه سازگاری نداره اسمش و اینم دوباره یکی از چیزایی است که یک کمی ما رو قلقلک میده که نسبت به مانی بدبین باشیم. حالا بیام اون بازه رو براتون بگم، بازه خوشبین و بازه بدبین. بازه خوشبین اینه که خب مانی یه آدم متفکری بوده، یعنی خوشبینانه ترین حالتش اینه که به عنوان پیامبر نمیشه پذیرفتش، یه آدم متفکری بوده که قصد اصلاح جامعه رو داشته حالا بنابر اون مطالعاتی که داشته و یه سری حرفایی زده، یه سری افکار خودش رو بیان کرده، تبلیغ کرده، ولی بعد از اون انحرافاتی پیش اومده و خلاصه یک روندی پیش اومده و در جریان تاریخ شکل گرفته این اتفاق. این میشه بهترین حالت که میشه برای مانی در نظر گرفت. بدبینش چیه؟ بدبینانه ترین حالتش اینه که با توجه به ریشه مختصل بودن پدرش و خودش و اینکه ارتباط زیادی گفتم چند بار تکرار کنم کجاها ارتباط با یهود داره، بعد دوباره اون همزادی که داره میاد میگه فرشته‌ای به من اومد نازل شد 12 سالگی گفت تو پیامبری ولی فعلا صبر کن تا به وقتش بهت میگیم، شاید بدبینانه ترین حالتی که بشه براش در نظر گرفت اینه که از یک جایی داره خوراک فکری بهش میرسه و یک جایی داره ساپورت فکری میشه از سمت یهودیا که تو فعلا اینا رو یاد بگیر صبر کن تا به وقتش بگیم اعلام پیامبری کن، وقتش هم خیلی جالب الان وقتش رو براتون توضیح میدم، و ادعا کن که پیامبر خاتمی، همزمان هم پیامبر خاتم رو میزنی، هم دین مسیحیت رو میزنی و هم یک تفکری که ما میخوایم رو ترویج میکنی و اون تفکر چیه؟ تفکری است که یگانه پرستی رو به ثنویت منتقل میکنی. حالا زمان ظهور مانیکه دقیقا زمانی که اشکانیان سقوط میکنن و یه سلسله جدید قرار بیاد، سلسله ساسانی. اگر مانی میتونست اینجا پیوند خوبی با سلسله ساسانی برقرار کنه و دین رسمی میشد توی ساسانی، واقعا یه اتفاقات عجیبی شاید میافتاد و مسیر تاریخ عوض میشد. ولی دقیقا تو همین برهه موبدان زرتشتی نزدیک میشن به شاپور اول، حالا پادشاهان اولیه ساسانی و مخصوصا کرتیر که میبینید اینا سرکوب میشن و مسیر کلا اون برنامه‌ای که ظاهرا داشتن موفق توش نمیشن. این نگاه بدبینانه رو دارم میگم که به عنوان یه احتمال هست. حالا جالبه از دل همین معنویت چی در میاد؟ تثلیث در میاد، یعنی سگانه پرستی. یکی از معنوی های خیلی کله گنده به نام آگوستین که بعدا معروف به سنت آگوستین، این یهو تصمیم میگیره دینش رو تغییر بده، دینش رو معنویت تغییر میده مسیحیت و ایشون پایه‌گذار تثلیث سه خدایی، یعنی دیگه ادو خدایی هم رد میشه و تثلیث مسیحیت یکی از ترویج کنندگانش همین آقای سنت آگوستینیه که مانوی بوده، یهو میگه آقا من به این نتیجه رسیدم مانویت به درد نمیخوره بعد مسیحی بشه. مسیحی که میشه افکارش افکار تثلیث رو بنیانگذاری میکنه، پدر پسر روح القدس سه خدا و مسیحیت از اینجا دوباره بیراهه کشیده میشه، دل مانوی ها دوباره یک انحراف جالبی تو خود مسیحیت پدید میاد. حالا برای اینکه ببینیم مانی یک فراماسونر بزرگ بوده یا یک پیامبر واقعی، باید منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید تا براتون اونا رو بازگو کنیم. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. نظرات خودتون رو حتما برای ما در این زمینه کامنت کنید، بگید نظرتون در مورد مانی چیه و تحقیقاتتون به کجا رسیده در این مورد. ویدیو رو اگه دوست داشتید با دوستانتون شیر کنید و لینک آیدی پی هم که پایین اضافه شده در صورت که دوست داشتید اما حمایت مالی کنید میتونید این کار رو انجام بدید. فعلا بدرود.